الله مرورز سر و عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات و الله مطالع شکر سپاس میگیم که این توفیق رو پیدا کردیم تا در برنامه تلفن مستقیمی دیگر بتونیم در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم و الله متعال و خواهانم که به ما و شما به هر اون چی که خیر و صلاح دنیا و آخرتمون در اونه توفیقمون بده و ما رو رهنمون بشه الله متعال ازان بیننده در کتاب خودش در قرآن کریم که اون رو کتاب هدایت برای ما در واقع معرفی کرده هدن للمتقین یا یهدی للتی هی اقوام به هر آنچه که استوارتر ما رو هدایت میکنه راه استوارتر و راه بهتر و پایدارتر رو به ما نشون میده این کتاب اومده که در واقع ما راه درست و راه هدایت رو به ما نشون بده و همان گونه که در سوره هم در ما میخونیم از بیننده یکی از دعاهای مؤمنان اینه که هدایت به سرات مستقیم و راه راست و از خداوند متعال طلب میکنن که اهدن از سراط المستقیم بارلا ما رو به راه راست هدایت بکن ما در نمازهامون به در نمازهای فرض 17 بار در شبانه روز ازان بیننده اینو تکرار میکنیم و از الله متعال هدایت به راه راست و سرات مستقیم رو میخواییم اما الله متعال در کتاب خودش قرآن کریم که کتاب هدایت هست سنت ها و قوانینی رو ازان بیننده برای ما تبیین میکنه و از اونها نام میبره در واقع و اینو به ما میفهمونه که الله متعال یک سری سنت ها و قواعد و قوانین ثابت رو بر روی این هستی قرار داده که این سنت ها و این قوانین در مورد همه بشریت صادق هست از روزی که بشر پا به عرصه گیتی گذاشته تا قیام قیامت که هر کس این سنت ها را زیر پا بذاره در واقع اون سرنوشتی که بقیه داشتن و سنت های الهی رو زیر پا گذاشتند و به حرمات الهی و حد و حدود های الهی هیچ احترامی نذاشتند تعدی کردن گردن کشی کردن و به عذاب الهی دوچار شدن اونها هم همین سرنوشت رو خواهند داشت ما در سوره قصص ازان بیننده رسیدیم به آیه 83 این سوره که در واقع باز هم یکی از این قوانین و قواعد که در حقیقت الله متعال برای ما روشن میکنه و واضح میکنه در کتاب خودش اگر اتاق فرمان لطف کنند صفحه لپتاپ بنده رو نشون بدن در آیه 83 سوره قصص ایزان بیننده الله متعال میفرماید که تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين آخرت رو ما به کسانی میدیم که علو در روی زمین نمیخوان به دنبال برتری طلبی، برتری جویی، سلطه طلبی، تسلط بر دیگران و به بردگی کشاندن دیگران نیستند این در واقع ما اینها مستحق آخرتند، اینها مستحق اون بهشتی که خداوند متعال برای اهل ایمان و اهل تقوی آماده کرده علوان فی الارض ولا فسادا و به دنبال فساد به فساد کشاندن زمین و دنیا هم نیستند اراده فساد رو ندارند یعنی در واقع لا یریدون الله مطال اینو میخواد به ما بگه ایزان بیننده که حتی اراده اونها هم ندارن نه تنها اینکه در واقع افعالشون و کارهاشون به این سمت نمیره بلکه اراده اینو هم ندارن یعنی در دلشون هم این وجود نداره که بخواهن به این سمت حرکت بکنن یا این قصد و نیت رو داشته باشن ولعاقبت للمتقین حقیقت دیگری که در آخر این آیه ازان بیننده الله به ما یادآور میشه اینه که سرانجام نیکو و عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران هست اونهایی که تسلیم امر خدا میشند اونهایی که ایمان میارند در واقع به هر آنچه که الله مطالب سریق انبیا به بشر فرستاده و تسلیم امر الهی میشن عوامر اوامر الهی در واقع احترام میذارن، می مینهن اونها رو و تلاش میکنن که اجراشون کنن، از نواهی الهی دوری میکنن و حد و حدود الهی رو میشناسن. اینها رو الله متعال در واقع مستحق این کرده که بهشت الهی و بهشت خداوندی یا سرانجام نیکو در واقع از آن اونها باشه. این علو و برتری طلبی بر روی زمین ایزان بیننده اینکه حالا ما حتی در چه بسا در امور عادی ببینیم در امور حالا روزمره یا در زندگی که انسان در دنیا داره چه بسا این که انسان کسایی که دوست دارن در واقع مثلا انگشنما باشند باشن در هر چیزی حالا اگر مال و ثروتی دارن دارایی رو خداوند بهشون داده دوست دارن که انگشتما بشن دوست دارن که اونو مایه تحقیر دیگران در واقع قرار بدن اینکه پوزشو رو بدن حالا اگر مالی دارن مثلا ثروتی خداوند به اونها عنایت فرموده دارایی دارن مال و اموال و زرق و برقی تو زندگیشون دارن خونه آنچنانی دارن ماشین آنچنانی دارن چه بسا این اراده علو در روی زمین برتری طلبی و تکبر در واقع و تکبر کردن و اینکه بخواهند که بندگان خدا بقیه رو تحقیر بکنن یا با چشم حقارت به اونها نگاه بکنن این در واقع زن بیننده خودش هم نوعی از علوه نوعی از برتری جویی و برتری طلبی هست که در حدیث نبوی ما داریم که ما این حدیث رو چه قبلا هم خدمت شما قرائت کردیم از بیننده و اونم که صحابی یا شخصی اومد از رسول الله صلی الله علیه و و فرمود که کسی دوست داره دمپایی خوب بپوشه شیک پوش باشه لباس خوب بپوشه مرتب باشه در واقع آیا این هم تکبر به حساب میاد اما رسول الله صلی الله علیه و جواب دادم به این صحابی که ان الله جمیل یحب الجمال اینو نمیشه تکبر به حساب آورد اینکه انسان دوست باشه باشه لباس خوب بپوشه اینکه در واقع مرتب باشه در واقع از خوشبویی استفاده بکنه به نظافت خودش برسه این تاکیداتیه که دین ما اصلا ما رو تاکید کرده به این امور و نظافت و تهارت رو جزی از ایمان قرار داده از شطر ایمان تهارت و پاکیزگی بخشی از ایمان خودش اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که این نمی شود بهش تکبر گفت البته اگر این هم به نیت این باشه که انسان بخواهد برتری جویی بر دیگران پیدا بکنه یا بخواد دیگران رو تحقیر بکنه این هم نوعی تکبر به حساب میاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اما تکبر چیه؟ بطر الحق و غمت الناس. تکبر اینه که انسان یکی بطر الحق یعنی انسان در برابر حق و حقیقت بیسته قد علم بکنه و در در واقع غرور داشته باشه حتی اگر حق و حقیقت هم براش مشخص بشه که راه درست اینه اون چیزی که دین حقیقی اینه سرات مستقیم اینه اون چیزی که خدا و پیامبرش میگه این راهه اما به واسطه تکبری که داره نمیپذیره تکبر و غرورش باعث میشه که حق اصلا قبول نکنه یا چه در جامعه میشنویم این ازانو بیننده که بگه حالا در واقع فلانی میخواد حالا ما در حالا طرف مثلا ثروتمنده یه موقعیت اجتماعی داره یا حالا رفته یک مدرک دانشگاهی مثلا گرفته برا خودش افت کلاس میبینه مثلا که بیاد حق و یک نفر بهش میگه آقا این اشتباه این کار شما خلاف شرع مثلا یا این کاری که شما الان دارید انجام میدید یا عقیده ای که شما دارید مطرح میکنید این باوری که شما دارید یک باور شرکی هست یک باور الهادیه یک باور انحرافیه به این دلیل به این دلیل اما اون حس تکبری که داره باعث میشه اصلا نخواد حق و قبول بکنه تو دیگه که که به من داری میگی با این ادبیات در واقع در برابر حق و حقیقت برخورد میکنه یا چه کسانی که نرند به دنبال حق و حقیقت بگردن برای اینکه به حق برسن و اینکه راه درست رو پیدا بکنن چه طرف در همون شرک و بگیم بدعت ها و انحرافات خودش در واقع دست و پا بزنه باقی بمونه اما نره که بخواد حقیقت رو بفهمه و به دنبال حقیقت بگرد در واقع در این که انسان حالا چه بسا در بگیم کیفیت خونه خودش مثلا اینکه مال و اموال و دارایی به طور عموم ایزان بیننده میتواند وسیله فخر فروشی و برتری جویی باشد چه بسا ما حالا میبینیم حالا با اومدن مثلا شبکه های اجتماعی و اینها و اینکه ارتباطات خیلی راحت شده گروپ هایی که در شبکه های اجتماعی هست حالا مثلا نرمزار مثل واتساپ و تلگرام و نرمزار های اینچونینی که مثلا شبکه اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و غیره طرف مثلا میاد نمیدونم چه بسا از سفرهای خودش مثلا فیلم بگیره، عکس بگیره، بفرسته حالا تو گروپ ها یا برای دیگران برای اینکه بگی که حالا من مثلا به سفر فلان جا رفتم من به فلان کشور نمیدونم اروپایی حالا یا فلان جا رفتم و بخواد اینو به نوعی به رخ دیگران بکشه و در واقع پوز بده در برابر دیگران یا و چه بسا انسان هایی هستن که ستاعت ندارن انسان هستن که فقیرن انسان هستن که در واقع اون توانایی رو ندارن که بخوان به همچین سفرهایی برن یا بخواهن همچین سفره رنگینی مثلا داشته باشن طرف میاد از سفره خودش فیلم برداری میکنه مثلا یا رفته به گردش میاد از نمیدونم حالا اون سفره یا اون غذایی که درست کردن فیلم میگیره یا عکس میگیره برای همه میفرسته که ما امروز فلان جا بودیم و ما فلان کارو کردیم و که این چه بسا برای کسانی که این توانایی رو نداشته باشن باعث آزردگی خاطر بشه باعث رنجش خاطر اونها بشه کسی که دستش نمیرسه در واقع که بخواد این چیزها رو داشته باشه پس همون گونه که مقوله معروفیه میگن پیش فقیر از غنای خود تعریف نکن هیچ وقت نگو که من پول دارم و من اینقدر اموال دارم و اینقدر حساب بانکی دارم و اینقدر مغازه دارم و اینقدر زمین دارم و فلان ماشین رو دارم و فلان ماشین رو میخوام بخرم فلان ماشین مدل بالا رو مثلا یا پیش یک مریض بیمار از صحت و سلامتی خود تعریف نکن که من اینقدر میتونم نمیدونم مسافت راه برم و اینقدر میتونم نمیدونم در واقع این،, این توانایی رو دارم این توانها رو دارم و پیش کسی که حالا در واقع شاید درآمدش به این نرسه که بره سفر سفرهای آنچنانی نه یا که از سفرهای خود تعریف بکنی مثلا که من فلان جا رفتم و فلان کار رو کردم و این کشور رو رفتم و این کشور رو رفتم در واقع مسلمان مؤمن ایزان بیننده باید احساسات دیگران و عواطف دیگران به اونها اهمیت بده در واقع و حتی با زبان خودش حتی با زبان خودش نباید باعث بشه که دیگران به نوعی تحقیر بشن و دیگران رو به نوعی آزرده خاطر بکنی این زبان خیلی مهم انسان بیننده شاید خیلی از کلمات یا جملاتی که ما به اونها اهمیت نمیدیم خیلی برای ما معمولی هستند باعث رنجش خاطر دیگران بشن باعث آزردگی و ناراحتی دیگران بشن برای اینه که میگن زخم زبان از زخم شمشیرم بدتره چه بسا تنهایی ما حتی در قبال شوخی مثلا به دیگران تنه بزنیم از حالا وضعیت اجتماعیشون مثلا در مورد وضعیت اجتماعیشون در مورد در واقع وضعیت اقتصادی اونها در مورد رنگ اونها در مورد قیافه اونها در مورد نژاد اونها در مورد قبیله اونها یا کشور اونها جملاتی رو به زبان بیاریم که به نوعی حقارت در اون باشه یا بیایم متاسفانه الان جا افتاده که جکهایی درست میشه در مورد نژادهای مختلف در مورد ملیتهای مختلف و اونها به مسخره گرفته میشن در حالی که این اخلاقی قرآن کریم ما رو از اون برحضر داشته ولا یسخر قوم من قوم از هم دیگه مسخره نکنید چرا که الله متعال از بیننده مواهب رو در میان همه ملت ها تقسیم کرده همه ملت ها رو الله متعال پتانسیل هایی و توانهایی و مواهبی داده که یکی در یک زمینه مثلا در یک موهبت بروزش بیشتره یه ملتی رو میبینیم که مثلا در بگیم مدیریت و هوش و ذکاوت بارستره نه اینکه ملت های دیگه اون هوش و ذکاوت رو ندارند بلکه در اون ملت شاید بارستر باشه در یک ملت شجاعت و در واقع دلاوری و غیرت و مردانگی بروزی بیشتری داره نه اینکه هوش و ذکاوت در اونها نیست نه اینکه توان مدیریتی ندارن نه اینگونه نیست بلکه یک صفت و یک ویژگی در اونها بارستره در یک ملت میبینیم که کرم و بخشندگی و مهمان نوازی و در واقع انفاق در راه خدا کمک به فقرا و مساکین کمک به درماندگان صفت بارزه در میان اون ملت در میان اون کشور یا اون امت اما این به این معنا نیست که کشورهای دیگه این س... نیستن در میان اونها کسانی که این صفت رو داشته باشن یا این کارها رو انجام بدن پس بشر در واقع همه مکمل همدیگره و همه نیازهای همدیگر را یعنی اما گوری که الله هم تعالی فرموده در کتابش که ما شما رو مختلف با نژادها با مرام های مختلف آفریدیم لتعارفو برای اینکه همدیگه رو بشناسید برای اینکه در واقع این اخ... حالا کشور بگیم نژادهای مختلف یا رنگ یا زبان یا اینها برای برتری جویی نیست برای این نیست که ما بخوایم همدیگه رو تحقیر بکنیم یا به همدیگه حمله بکنیم یا ملتی ملت دیگه رو تحقیر بکنه یا نژادی نژاد دیگر رو تحقیر بکنه بلکه برای این برای شناساییه برای اینکه در واقع بر اساس اون موهبت هایی که الله متعال به ما داده ما در کنار هم باشیم و جامعه انسانی رو در واقع تشکیل بدیم مثل یک ساختمان ازان بیننده ما یک ساختمان در واقع زمانی که ساخته میشه مساله مختلف در اون به کار برده میشه مصالح مختلف اینها دست به دست هم میده و یک ساختمان رو در واقع جامعه بشری هم گونه هست اما حسان بیننده این اولو در واقع و برتری طلبی که چه بسا این پز دادن ها بیننده حالا طرف مثلا میاد عروسی آنچنانی میگیره میلیون ها خرج میکنه اونجا برای اینکه انگشت ما بشه دوباره برای اینکه مردم ازش تعریف کنند یا حتی این پوز های زن بینندی یا به رخ کشیدن هایی که در شبکه اجتماعی هست این که طرف عکس بچه های خودش رو میگیره میذاره مثلا عکس کودکان خودش یا حتی مال و انبال و دارایی و زرق و برک زندگی که عکس میگیره تصویر میگیره فیلم میگیره میزاره چه بسا باعث حقد و حسادت بشه چه بسا باعث حسادت دیگران نسبت به اون بشه باعث حقد نسبت به اون بشه کسایی که اینها رو ندارن کسایی که این دارایی و اموال رو ندارن در واقع اما از جلوه های این برتری تروی ایزان بیننده که در واقع چون سوره قصص به خود فرعون بگیم فرعون و که نماد قدرت و زور هست و سلطه طلبی هست و برتری جوییه و میخواد که هیمنه پیدا بکنه بر همه چیز میخواد همه در واقع در خدمت اون باشن و این در واقع صفت مستکبران صفت تاغوت هاست. که برای بقیه بشریت و برای بقیه هیچ ارزش و بگیم قیمتی قائل نیستن بلکه خودشون و دم دستگاه خودشون مهمه چون دم و دستگاه اونها رو نگه میداره منافع اونها رو تأمین میکنه اون دم دستگاه و خودشون مهمترن از دیگران حالا برای حفظ اون قدرت خودشون، اون موقعیت خودشان چه بسا از روی اجساد انسانها هم رد بشن خون انسانها ها رو هم به راحتی بریزن اعتبار دیگر، برای آبرو و اعتبار و شخصیت دیگران حتی چه بسا هیچ قیمتی برای اونها نداشته باشه و اصلا براشون عادی باشه در مورد فرعون ایزان بیننده ما در واقع در همین سوره قصص که الله متعال برتری طلبی فرعون که نماد قدرت هست و سلطه طلبی و قارون که حالا مال و اموال بهش داده شده و مغرور شده دوباره به این مال و اموال و همین حس برتری جویی و ایجاد فساد بر روی زمین رو داره خداوند متعال در سوره قصص ایزان بیننده در آیه دیگر در واقع در آیات پیشین م... که میفرماید که ان فرعون علا في در آیه چهار ان فرعون علا فی الارض فرعون برتری طلبی کرد بر روی زمین یعنی این احساس داشت که کسی بالاتر از حرف من نباید حرف بزنه من قدرت برترم هر آنچه که من میگم بقیه دنیا باید اطاعت کنم باید غلام حلقه به گوش من باشم باید نوکر حلقه به گوش من باشم و در واقع این صفت و ویژگی ازان بیننده که همه سلطه طلبان و قدرت طلبان و تاغوت های روی زمین دارن اینکه شما باید آن گونه فکر کنید که ما میگیم شما باید آن گونه زندگی کنید که ما میخواهیم شما باید آن گونه مصرف کنید که ما میخواهیم شما باید به اون راهی برید به اون مسیری برید که ما میخواهیم و این صفت فرعونگونه هست و همه طاقوت ها و مستبدان ایزان بیننده و قدرت طلبان و سلطه طلبان در واقع این فکر رو دارند یعنی این منش و این ایده رو دارند و همیشه ضعیفان را در پی اینن که زعفا را زیر پاله کنند در واقع ثروت های ملت های دیگر رو چپاول بکنن از روی چپاول ثروت های ملت های دیگر و زعفا برای خودشان حالا دنیای آنچنانی درست بکنن از حتی از روی اجساد ملت ها رد بشن خون اونها براشون هیچ در واقع جان آنها براشون هیچ اهمیتی نداشته باشه اما برای اون اهداف خودشون و مصالح خودشون حاضر باشن که هر گونه امور اخلاقی رو زیر پا بذارن اصلا و به هیچ حق و حقوقی کائل نباشند برای اینکه اون سیطره خودشون و اون قدرت خودشون رو بر بشریت در واقع داشته باشن و حتی ما از آن بیننده در اصطلاحاتی که به وجود میاد اصطلاحاتی که به وجود میاد که در واقع بگیم یک بام و دو هوا در اونها هست برای مبارزه با اهل ایمان برای مبارزه با امت اسلامی و اهل توحید در واقع چه بسا که ملت هایی که خودشون قربانی تروریستن خودشون در واقع مورد ظلم و ستم دارن واقع میشن به اونها ظلم میشه سرزمین های اونها ویران شده در واقع خون اونها به راحتی ریخته میشه آواره شدن از سرزمین خودشون مثلا اسم تروریست بر اونها گذاشته بشه مثلا شخصی مثل بشار اسد رو میبینیم که این همه ظلم و جنایت و قتل و خون ریزی داره انجام میده و جنایتی که اصلا در بگیم در تاریخ شاید از بی باشه اصلا یکی از دوره های بینظیر تاریخ در جرم و جنایت باشه که متاسفانه کشور ما با شبه نظامیانی که اونها رو تقویت میکنه و پول میده اونها رو و تقویت نظامی و مالی میکنه اونها رو شرکت کرده در, در این جنایت ها شریک است روسیه در این جنایت ها شریک است و متاسفانه دنیایی هم که مدعی حقوق بشره و حقوق انسانه زمانی که خو پای خون مسلمان به میان میرسه زمانی که پای خون اهل توحید به میان میاد اصلا انگار نه انگار که آب از آب تکان خورده مسلمان اصلا جانش و خونش هیچ اهمیتی نداره و امروز هم ببینیم که از سوی اهل وسنی ها از سوی مشرکان از سوی بود پرستان از سوی بگیم از هر طرف از سمت روافظ و صفوی ها ببینیم و غلاط شیعه چگونه امت اسلامی و اهل سنت و جماعت و اهل توحید مورد هجوم هستند و جان آنها هیچ ارزشی نداره خون آنها اصلا به راحتی ریخته میشه وضعیت اهل سنت و جماعت در عراق حالا شیعیان عراق حتی که چگونه در ظلم و ستم و زیر قتل و کشتار هستن در واقع مردم سوریه که دیگه برای همه مشخصه که چگونه به راحتی دارن الان ادله با ببینیم که براحت... چگونه داره زیر بمباران انسان های غیر نظامی و زن و کودک و دارن کشته میشن بودایی ها در برمه در میانمار چگونه مسلمان ها را با توحش تمام میکشن اونها رو از خانه و کاشانشون آواره میکنن خونه هاشون رو آتیش میزنن مساجد رو خراب میکنن نمیدونم اون گروه های افرادگرای مسیحی در آفریقای مرکزی و آفریقا چگونه حمله میکنن به مسلمان ها مسلمان کشی انجام میدن در هند الان ببینیم که چگونه در کشمیر مسلمان ها به راحتی کشته میشن و با بدترین وجه با فجیه ترین در واقع با آنها برخورد میشه رژیم اشغالگر صهیونیستی رفتاری ضد بشری که با در واقع با فلسطین داره با مردم فلسطین داره و سرزمین اونها را اشغال کرده و به زور خودش را تحمیل کرده این همش ایزان بیننده در واقع و جناعت های روسیه که چگونه با توحش تمام داره مردم سوریه رو به خاک و خون میکشه کینه و حقدی که نسبت مسلمان ها دارن اینها و نسبت به امت اسلامی دارن و اینها همه مظاهر آلو و برتری طلبی و برتری جویی بر روی زمین انسان بیننده و این که این برتری طلبی و این ای... تلاش برای ایجاد فساد بر روی زمین باعث شده که انسان ها دیگه هیچ احترام و قیمتی نداشته باشند یعنی در واقع بویژه مسلمان ها خون آنها و مال آنها و جان آنها و آبرو و شرف آنها اصلا در واقع هیچ قیمتی نداشته باشه با اینکه ما این همه شعارهای براق حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر و حالا شعارهایی مثل انسانیت و حفظ حقوق انسانها که در حقیقت شعارهایی بیش نیست اما باز هم در مورد این حس برتری طلبی فرعون از آن بیننده خداوند متعال میفرماید که جعل اهلها شیعا در همین سوره قصص است. که مردم رو دسته بندی کرده بود یک جامعه طبقه بندی و دسته بندی شده را به وجود آورده یا باید با ما باشید یا بر علیه ما هستید این وسط دیگه چیزی وجود نداره یا باید با دم و دستگاه فرعونی که استبداد میکنه فرعونی که مردم به شرف و آبرو و کرامت انسان ها هیچ اهمیتی نمیده و اونها را به راحتی میکشه اموال اونها را تصاحب میکنه و اجازه به صدای مخالف نمیده اصلا که بخواد انتقادی بکنه بخواد از فرعون و از تاغوتی به نام فرعون انتقاد بکنه و رفتارهای اشتباهش رو بهش گوش زد بکنه و در برابر ظلم و ستمش واسته در برابر فسادش واسته اجازه نمیده به کسی جامعه رو طبقه بندی میکنه اینکه یا باید با ما باشید و یا باید بر علیه ما شما بر علیه ما باشید دیگه حد وسطی وجود نداره اینجا و ما ابر قدرت ها و سلطه طلبان و تاهوت های روی زمین رو میدونیم انسان بیننده که همین در واقع همین منش وجود داره که یا باید با ما باشید یا بر علیه ما یا به ما الیاز بالله یا باید به ما ایمان بیارید و در واقع هر آنچه که ما به شما دیکته میکنیم و به شما تحمیل میکنیم و بپذیرید یا شما بر علیه ما هستید متاسفانه در کشور ما هم همین سیاست و ما میبینیم که اگر کسی بخواد جامعه چگونه طبقه بندی شده یک عده قدرت و ثروت و به شما ارز کنم موقعیت و منصب و همه چیز رو در واقع در دست خودشان گرفتن و ثروت ها رو در حقیقت در انحصار خودشون در آوردن اگر کسی هم بخواد بقیه ملت عامه ملت بخواد مطالبه ی حق بکنه با چسبندن انگهای مختلف به اون و با هزاران اتهام وارد کردن به اون و به بحانه های واهی با اون برخورد میشه زندان های طولانی مدت شکنجه و زندان و اعدام و ترور و هزاران مشکل در واقع بلاهای دیگر که بر سر مردم آورده میشه و طبقه بندی کردن جامعه در واقع اونهایی که حالا در واقع اون فکر افرادگرایی رو دارن اون فکر تکفیری رو دارن و در حقیقت اونها نگاهی ویژه به اونها کرده بشه اما بقیه جامعه در واقع در حاشیه باشن اونها قیمتی نداشته باشن چه بسا در شغلها در مناسب هم دیده بشه که یک عده خاص همیشه شاید چندین دهه هست بگیم که فقط یه قیافه های خاصی یعنی دیده میشن که همین چیز رو به دست دارن اما یکی دیگر از برتری طلبی ها و سلطه طلبی ها و کارهای فرعون ایزان بیننده که الله مطال در همین سوره قصص به آنها اشاره میکنه یذبح ابناعهم فرزندان بنی اسرائیل رو قتل عام میکرد به قتل و کشتار در واقع میپرداخت می, می پرداخت. و اینکه جان دیگران براش و در حقیقت و هیچ یعنی قیمت و ارزشی نداشت در حالی که ما دین ما ازان از بیننده اومده که ضرورت های ای که دین یکی از این ضرورت پنجگانه که دین ما ما را دستور داده که این حفظ بشه در واقع جان انسان هاست و اینکه جان انسان ها و خون انسان ارزش داره در دین ما و اما ب... حتی اونهایی که مدعی حالا مکتب اهل بیتند و مدعی پیروی از علی رضی الله تعالی عنه هستند و ادعا دارن که اسلام ناب ما داریم و ما میخوایم اسلام ناب را پیاده کنیم چگونه برای جان انسانها ها اصلا هیچ گونه ارزشی قائل نیستند چگونه چه جنایت ها و خون ریزه هایی که در عراق بر علیه اهل سنت نزدیک به دو میلیون و نیم اهل سنت قتل عام شد از زمانی که حالا کشور عراق اشغال شده تا در سوریه یک بیش از یک میلیون آدم قتل عام شده چقدر انسان آواره شده هشت میلیون بالای هشت میلیون آدم که آواره شدن الان وضعی که تو ادلب داره میبینیم چگونه بمباران همه جانبه و موشک باران میشن مردم و به راحتی گشته میشن و به راحتی از بین برده میشن در یمن همین وضع میبینیم که بیش از دیویست هزار آدم در واقع کشته شدند و ملیشی های گرای حوسی در واقع به قتل و کشتار آدم ها پرداختن اونجا و در لبنان همین وضع در ایران ما که علمایی که کشته شدند دعوتگرانی که کشته شدند در واقع این فکر برتری جویی و برتری طلبی که اگر عقیده پشت اون باشه دیگه این خیلی بدتره عقیده ای که بر اساس یک عقیده دیگران خونشون حلال شمرده بشه و اینکه اگر کسی مثلا به امامت اعتقاد نداره اون دیگه خونش و جانشیش ارزشی نباشه این دیگه بدترین نوع فاشیستی و بدترین نوع قتل و کشتار جنایت وجود میاره و ما در طول تاریخ ایزان بیننده زمانی که نگاه میکنیم تاریخ روافظ و غلات شیعه رو از فاطمی ها، از آل بویه، از قرامت، از صفوی ها تا به امروز که چگونه جنایت بر علیه مسلمان ها و بر علیه امت اسلامی در واقع انجام دادند و اصلا دشمنیشون با مسلمان ها با امت اسلامی چه در واقع خیلی بیشتر بوده علا رقم این که شعارهای ظاهریشون بر علیه دیگرانه اما گلوله توفنگهاشون اما به طرف امت اسلامی هست اما کینه و حقدی که دارن به طرف امت اسلامی هست مثلا در واقع رهبران همین میلیشی ها را بعضی میبینیم که میلیشی های که داعش های شیعه آنها را میشود گفت داعش های شیعه طرف میاد میگه که ما باید حرم اینو بگیریم ما باید یا ابو مهدی مهندس مثلا میاد میگه که تو اون کلیپی که پخش شده حالا همه دیدن اونا که که نمیدونم اونی که میگه اسرائیل و نمیگه اسرائیل و اینها نه سعودی سعودی اون اون اونی که مورد نظر ما سعودی هست ما میخواهیم که در واقع سعودی رو بگیریم و چیزی که در عقاید اینها در کتاب های اینا متاسفانه هست حق دو کینه ای که غلاط شیعه و روافظ نسبت به اهل سنت و جماعت و نسبت به امت اسلامی دارن حالا دیگران اگر در واقع این دشمنی را داشته باشند اونها که دیگه در کتاب الهی در واقع خداوند به ما تبیین کرده دشمنان رو برای ما معرفی کرده اما کسایی که به نام اهل بیت و به نام پیروی از علی رضی الله تعالی عنه بیان و مسلمان ها را قتل عام بکنند در واقع این خیلی عجیب هست و این از مکتب اهل بیت و مکتب علی در واقع به دوره یستضعف طائفه منهم یکی دیگه از چیزهایی که ازان بیننده در واقع از صفات فرعون در همین سوره خداوند متعال و از برتری تلوی های فرعون میگه اینه که برخی از مردم رو به خاری کشنده بود و بر مقدرات اونها حاکم شده بود و اونها را محروم کرده بود از اون چیزی که متعلق به خودشون و ما متاسفانه در طول تاریخ بشری نگاه بکنیم مستکبران و استعمارگران و اونهایی که در واقع بر ملتها حالا سیطره پیدا میکردن چگونه ملت مل... ملتها های ملت ها را به غارت می و تا به امروز در حقیقت و ملت ها رو به خاری و استصاف کشاندن در واقع و ما همین سیاست رو متاسفانه در کشور ما الان میبینیم که چگونه اقوام دیگر یا کسانی که حالا در واقع جرمشون اینه که اهل سنت و جماعتن یه عقیده دیگی دارن یا جرمشون اینه طرف که چون که بلوچه یا چون که کرد هست یا ترک هست یا لور هست یا عربه چگونه به استضعاف کشونده میشن چگونه حالا این مشکلات متاسفانه و محرومیت ها به دلیل او فسادی که حاکم هست بر کشور و به دلیل تفکر فرق گرایانه و تکفیری متاسفانه و انحصار ای که در حقیقت مسلط هست و غالب هست کل ملت داره رنج میکشه اما قومیت هایی یا بگیم اهل سنت و جماعت بین جمله کردها و بلوچ ها چگونه به استضعاف کشنده شدن و چگونه محرومیت بر آنها تحمیل شده اصلا اون هم در جاهایی که چقدر از پتانسیل ها و استعداد ها وجود داره و چقدر ظرفیت ها در اونها وجود داره که اگر با یک در واقع فرصت های برابر برای اونها فراهم بشه اگه به همه اینها با یک چشم نگاه کرده بشه و اونها به عنوان شهروند درجه چندم شناخته نشن چقدر میتونن رشد بکنن چقدر میتونن پا به پای دیگران جلو برن و استعدادهایی که در این مناطق وجود داره در بلوچستان چقدر از تحصیل کرده ها رو ما داریم در کردستان چقدر تحصیل کرده ما داریم چقدر استعدادهای بالا داریم و کسایی که مدارج بالای دانشگاهی رو طی کردن هم. من یادم میاد در دوران آی خاتمی بود در واقعی که دکتر زاده که حالا در واقعی که از نماینده های اهل سنت بود در مجلس اون زمان ما تو دانشگاه زاهدان بودیم تو زاهدانشون اومد اونجا در واقع صحبت کرد اونجا به زاهدان تشریف و دکتر جالیزاده میخواست اون زمان عضو هیئت رئیسه مجلس بشه یعنی در واقع قرار بود که ایشون به عنوان یکی از حالا نیروهای اهل سنت بیاد عضو هیئت رئیسه مجلس بشه اما چنان آقایون که یعنی برق گرفتشون به قول معروف و براشون سنگین بود که گفتن که دشمن علی رو میخواهید شما به عضو هیئت مجلس اینقدر جنجال به پا کردن که دیگه به خاطر که یک نیروی اهل سنت هست و کرده و متاسفانه این استضاف کشاندن و وضعیت بلوچستان که دیگه برای همه واضح اصلا فقر و محرومیتی که اوج فقر و محرومیت هست در بلوچستان حاکم که مردم در خونه های کپری زندگی می کنن. که بچه ها در مدارس کپری دارن درس می و بعضا اصلا همین مدارس کپری هم وجود نداره بچه ها تو فضای باز زیر بارون زیر باد طوفان آفتاب گرم و سوزان دارن درس می خونن. بعد آقایون میان اعلام می که ما اینقدر خونه می خواهیم در سوریه بسازیم اینقدر فلان بیمارستان رو در فلان کشور ساختیم فلان کار رو برای فلان کشور انجام دادیم بعد اون لبنانی میاد میگه در جنوب لبنان حالا اون که از حزب الله لبنان میگه روستاهای ما رو و مناطق ما رو ایران اومده در واقع باسازی کرده و ساخته اونها رو و این همه هزینه هایی که صرف شبه نظامیان و ملیشیات در عراق و در سوریه و در لبنان و در یمن و در جاهای دیگه اما دیگه در آفریقا وجود دارن در آمریکای جنوبی پایگاه هایی که درست میشه و ملیشیایی که تقویت میشن شروع عرق سازی داره تو سوریه میشه در عراق هم همچنین برای چی برای قلع و قم اهل سنت برای کشتن امت اسلامی برای اینکه در واقع مناطق اهل سنت رو به خاک و خون بکشن اهل سنت رو مجبور به کوچ اجباری بکنن از مناطق خودشون و بیان شیعه ها رو اونجا ساکن بکنن و شیعه های فرقگرا و تکفیری رو که در واقع از مناطق دیگه از پاکستان و افغانستان و بیارن و از عراق بیارن اونجا ساکن بکنن و اهل سنت رو بیرون بکنن و چه جنایت ها و قتل و کشترهایی که با منابع و سروت هایی که باید اختصاص داده بشه به ملت و ملت از اونها استفاده بشه متاسفانه داره انجام میشه یکی از دیگر مظاهر برتری طلبی آلوی که فرعون ایزان بیننده داشت و الله متعال در همین سوره در همین سوره به اون اشاره میکنه در سوره قصص که می که همه زمین از آن منه و من تامل اختیارم هر کاری که دلم بخواد میتونم بکنم و فروان های امروز هم اینجوری که این تصور رو میکنن که هر آنچه از ثروت های ملی که در اختیار اونهاست ثروت ملی در واقع یک, یک حکومت یک حاکم مشروعیت خودش رو از ملت میگیره مشروعیت خودش رو از این مردم میگیره یعنی تا زمانی که مردم تو رو خواستن تو هستی مردم این احساس رو داشتن که داری به اونها خدمت میکنی داری در واقع برای رفاه اونها تلاش میکنی برای ساختن کشور تلاش میکنی برای در واقع تبعیض قائل نمیشی میان ملت ملت رو طبقه بندی نمی کنی به شیعه به سنی به کرد به بلوش به ترک تور، به, به لور به عرب به همه اقوام و همه مذاهب در واقع با یک چشم نگاه میکنید. ثروت ها را عادلانه میان همه اینها توضیح میکنیم. و ثروت های ملی رو به چپاول برده نمیشه توسط یک عده اختلاس های آنچنانی انجام نمیشه در واقع انسانهایی بر مسند قدرت نشستند که هم کارآمدی دارند هم شایستگی دارند هم مدیریت بلدند کشورداری بلدن و سر و سامان دادن امور کشور بلدن و هم اهل امانت داری هم. هم در اموال بیت المال به نفع خودشون و سود خودشون و اطرافیان خودشون عمل نمی کنن اما ما می بینیم که اونهایی که خودشون را حزب اللهی می دونن و میگن که ما پیرو اهل بیتیم و ما پیرو علیم تو نماز جمعه در صفای اولن تو سینه زنی ها و نمیدونم مراسم های حالا این بدعتی و ضد مکتب اهل بیت عزاداری نقش اول رو دارن اما همین ها رؤوس فسادن رؤوس اختلاس و فساد و جرم و جنایت همین آقایون هستن و در واقع اینکه برای خودشون حق تام و تام اختیار قائلن و اینکه هر, رفتاری که میخوان با سربت های ملی میتونن انجام بدن با سرنوشت ملت میتونن انجام بدن و همون ادعایی که فرعون نیزان بیننده داشت که علی سلیم ملک و مصر و هاده الانهار و من تحتی آیا مصر مال من نیست؟ این رودهایی که داره از در واقع زیر پای من داره جاری میشه آیا مال من نیست؟ اینو همه مال منه کسی حق اینو نداره که بگه ادعای یعنی مطالبه حق بکنه کسی بگه که آقا ما هم حقی داریم آخه ما هم انسانیم یک حاکم یک فرمان روا یک در واقع اونی که زمام اموری کشور رو به دست داره مردمن که به اون مشروعیت میدن اگه مردم نخواستن اصلا باید بره کنار اما تا غتا فر ها که در واقع اون چنان قدرت اونها رو غره کرده و اون چنان در واقع شهوت قدرت و سلطه دارند که حاضرن مردم رو هر بلایی به سر ملت ها و مردم بیارن اما در واقع از اون صندلی و قدرت کنار نرن به هر قیمتی که باشه هر بلایی بخواد به سر دیگران بیاد بیاد علی سلی ملک و مصر و الانهار و تجری من تحتی و در واقع یکی از مظاهر دیگر برتر... برتری طلبی مستکبران و تاغوت های امثال فرعون و فرعون ها که در هر زمانی هستند و وجود دارند و تکرار خواهند شد و در حقیقت این حقیقتی که الله متعال در کتاب خودش را مایزان بیننده یادآور میشه که در مورد فرعون دوباره الله متعال در همون سوره قصص ایزان بیننده در آیه شش به ما یادآور میشه که و نوری فرعون و هامان و جنودهما من هم ما منهم ما کانو در واقع فرعون و هامان که وزیر فرعون بود و سربازانشون یعنی غره شدن به نیروی نظامی و امنیتی و این که چون ما قدرت داریم و چون ما موشک داریم و چون ما اسلحه داریم و نیروهای امنیتی داریم و کسانی داریم که زوب در ما هستند و اون ایدئولوژی سرکوبگرانه و ایدئولوژی تکفیری و فرقگرایانه ما رو دارن به این مغرور شدن و تصور این کردن که هر بلایی رو میتونن به سر دیگران بیارن هر ظلمی رو که در واقع میتونن بر دیگران اعمال بکنن اما خداوند متعال هشدار داد در واقع اینجا یک حالت هشداری برای فرعون و برای دم و دستگاهش که این تصور رو نکن که این وضعیت برای همیشه پا بر جاست. این برتری طلبی که تو داری و تصور اینو میکنی که چون از قدرت نظامی برخورداری تاغوت های روی زمین اینجوری نظامی بیننده اونها ابر قدرت هایی که تصور میکنن چون مثلا نیروی نظامی قوی دارند و اسلحه های آنچنانی دارند و قدرت دارند و حالا حق وتو دارند مثلا دیگه اجازه اینو دارند که هر بلایی رو به سر ملت ها بیارند و هر در واقع حق ملت ها رو براحتی بخورند و مقدسات برای مقدسات مسلمین هیچ در واقع با اونها رو مورد بازی چه قرار بدن که آقا بیان که قدس و پایتخت اسرائیل قرار بدن مثلا این جرأت رو به خودشون بدن و تصور اینو بکنن که چون قدرت دارن چون سلطه دارن روسیه ای که از حق به تو برخورداره میاد تمام مسبباتی که برای دفاع از حقوق مثلا مردم سوریه گاه اونجا تصویب میشه رو به تو میکنه چون تصور اینو میکنه که من چون حق به یا چین مثلا که متاسفانه کشور ما رفته تو خط اینها تو خط اینهایی که این همه دارن جنایت بر علیه مسلمانان میکنن بر علیه امت اسلامی میکنن و, آ، 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 و اون وقت دیگه ما ادعا داریم که ما حامی مستضعفانیم ما حامی این دروغی بیش نیست حمایت سردمداران ما متاسفانه از مستکبران از ظالمان، مگه روسیه چه تفاوتی با دیگران داره در قتل و کشتار و جنایت بر علیه مسلمانان چین مگه چه تفاوتی با دیگران داره اما اینها غافل از این نزان بیننده همون گونه که الله متعال در مورد قارون میگه و در مورد هامان و سربازان اونها و نیروی امنیتیشون و ارتششون و امکانات نظامی که دارن و اون در واقع قدرتی که برای خودشون متصورند و محاسبات مادی که دارند اینها غافل از اینن که همه چیز آخه تو این دنیا بر اساس محاسبات دنیوی و مادی و دو, دو تا چهار که پیش نمیره اگر قرار بود که در واقع فرعون های روز این با محاسبات مادی خودشون جلو برند که تا الان باید اهل ایمان اهل توحید و اهل حق نابود شده. یعنی در واقع از بین رفته بود بودن و اثری از اونها در این دنیا نبود اما نمرودی که اومد با تکبر و تجبر خودش را برتری جویی خودش رو زن الله مطال یک پشه اونو از بین برد ضعیفترین موجود روی زمین رو بر اون مسلط کرد آقا فکر اینو نکن که تو دم و دستگاه داری و قدرت نظامی داری و در واقع دنیا رو حالا به تصور خود در اختیارت نه قدرتی ما فوق تمام قدرت ها هست که در حقیقت معادلات رو طوری بر هم میزنه حساب محاسبات دنیوی رو و دو تا چارتا رو طوری به هم میزنه که اصلا شما تصور اینو نداشته باشید همین چینی ازان بیننده که این همه مسلمان های ترکستان شرقی رو قتل عام میکنه و چقدر جنایت هایی که برای اونا انجام داد الان خداوند یک بلا یک ویروسی مسلطه مسلطشون کرده در حقیقت و بلای خداوندی و گرفت خداوندی در مورد تاغوتان مستکبران ظالمان از جایی میاد از بیننده که تصور اونو نداشته باشند و در واقع الولاقبه للمتقین ان شاء الله به دنباله این بحث مادر برنامه بعد خواهیم پرداخت از حسن استماع همتون ممنونم تا برنامه بعد همتون رو به الله متعال می سپارم الله متعال یار و نگهدار همه